محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی گفته که امارت اسلامی تلاش میکند تا روابط اقتصادی و سیاسی با آمریکا برقرار کند. سرپرست وزارت دفاع در گفتگو به رسانه هندی همچنان خواستار روابط دیپلماتیک با دهلی نو شده و تأکید کرده که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. اسدالله حکیمی گزارش میدهد. تلاش کابل برای برقراری روابط با واشنگتن و دهلی نو. سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید امارت اسلامی در تلاش برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با آمریکا است. ملا یعقوب مجاهد در نخستین گفتگوی رسانه خود با نیوز 18 هند روابطشان با القاعده را رد میکند و تاکید دارد که داعش در افغانستان حضور فیزیکی ندارد. و گفته ملا یعقوب در توافقنامه دوحه به طور واضح آمده که از خاک افغانستان بر ضد آمریکا و متحدانش استفاده نخواهد شد. من از کشورهای جهان به ویژه از آمریکا خواستم تا با افغانستان روابط صمیمانه برقرار کند. 20 سال دشمنی باید به یک فکر جدید تبدیل شود. ما تلاش میکنیم و آماده هستیم تا روابط اقتصادی و سیاسی در تمام زمینه‌ها با آمریکا داشته باشیم. آمریکا هم نباید برای دولت جدید افغانستان مانع و یا چالش ایجاد کند. پیش از این سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله هم با CNN گفته بود که آنان آمریکا را دشمن نمی داند. باید یک حکومت جدید اسلامی تشکیل می شد از سیاسیون داخل نظام، از سیاسیون بیرون از نظام و طالبا در مشترکن بعد از نتیجه گیری از یک انتخاب، از یک مذاکرات بین الافغانی، بالاخره برایندش باید امیتر یک حکومت می بود که تشکیل نشد. از سوی هم سرپرست وزارت دفاع در پیوند به نگرانی های دهلی نو می گوید که به پاکستان اجازه استفاده از خاک افغانستان بر ضد هند را نمی دهد. این مقام ارشد نظامی حکومت کنونی از هند می خواهد سفارتش را در کابل بازگشایی کند تا روابط دیپلماتیک میان دو کشور زمینه همکاری های دفاعی را فراهم سازد. پالیسی امارات اسلامی این است تا با تمام کشورها روابط صمیمانه و بی‌طرفانه داشته باشد. به همین ترتیب ما می خواهیم روابط صمیمانه با هند داشته باشیم و مشکل وجود ندارد. ما امیدواریم که هند نیز ابتکارات لازم را روی دست گیرد و روابط خود را با ما تقویت کند. افغانستان. اما بر طبیعت خبر هم دست خپل او طالبان یعنی افغان دولت و سینی آرد که دوی هم باید حد سوگی سیاقه ندوال شرایط باید بومنی او دولت میاری حکومت تا کارو کی مشروعیت دی حکومت تا کارو کی ترغیز تردی انتهایی تا ندوال کچه مندی لمجبیتون خلاصی. این در حال است که روز گذشته هیئتی از وزارت خارجه هند به کابل آمده و با مقام های امارت اسلامی دیدار و گفتگو کرده است.